از قدم به سوی قدم زدن به سوی مسجد. برای چی از این محروم شدیم؟ میدونین برای چی است؟ علتش گناه است، گناه زیاد، ظلم زیاد شد، حق مردم خوردن زیاد شد، زنا زیاد شد، ربا، پرچین خوری، سود خوری زیاد شد، آقی پدر و مادر زیاد شد، ریا زیاد شد، فریب و مکر زیاد شد. همه همین سبب شدند که الله ما را امروز از این مساجدش، از درهای رحمتش، از خانه خودش محروم کرد. چرا؟ چرا در این مسجد ها بسته شد؟ نماز روز جمعه در دولت است که زیاده از 85% غیر مسلمان است. در قیاس با دیگر دولت های دنیا موافق آمار از 5-7% گرفتاران کووید 19 فوتیدند. اما قانون این دولت ادای نماز جمعه را در اکثریت مسجدها منع نمی کنند. در مسجدها روز جمعه 3 مرتبه نماز را می گذارند، یعنی 50 نفری 150 نفر نماز را در یک مسجد می گذارانند. برادری از آلمان به من زنگ زد، گفت که پدرم پیش از این کسلی ها در تاجیکستان یگان نماز را در خانه نمی خواند و روزهای اول بسیار غمگین بود از نرفتن به مسجد، اما روز از روز عادت کردند، یعنی امروز حتی دل از آن درد نمی کند، وجدان عذاب نمی دهد از آن که نماز را در مسجد نمی خوانند. حال آن که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند کسی که اولی روز یا اولی شب به سوی مسجد رود، هر صبح و هر شام که می رود الله برایش در بهشت مهمان سرای آماده می سازد. اندیشه کنیم، یک بار اندیشه کنیم، آیا الله به نماز ما نیاز دارد؟ افسوس که از نادانان شدیم. روز نصیحت برادر همزبان را در فیسبوک گوش کردم، با احساس در این مورد صحبت داشت. چرا ما نمی اندیشیم که در خانه الله برایمون بسته شد؟ نه از جانب کسی و نه از جانب چیزی، بلکه الله نمی خواهد این گونه نمازگزاری ما را. رسول الله صلی الله علیه و سلام جای می فرمایند اگر آدمان به نماز دیر آیند، سستی ورزند، پس در آخر الله آنها را از پس ماندگان می گرداند. در سوره نیسا آیت 142 چنین آمده است: منافقان الله را فریب دادن می خواهند و حال آن که الله آنها را مناسب فریب و مکرشان جزا می دهد و چون به نماز برخیزند، با سستی برخیزند و برای خود نمایی نماز کنند و در نماز جز اندکه الله را یاد نکنند. در سوره جمعه آیت 9: ای کسانی که ایمان آورده اید، چون از آن نماز روز جمعه گفته شود به نماز بشتابید و خرید و فروش را ترک کنید، اگر دانا باشد این کار برایتان بهتر است. غیر از این، آنهایی که می اندیشند که بخواندن نماز هم جنت انتظارشان، سخنان الله را می رسانم. در سوره مدثر آیت 42 چنین آمده است که چی چیزهای شما را به جهنم آورد، یعنی به دوزخ آورد؟ می گویند ما از نمازگزاران نبودیم. و در نهایت سوره منافقان آیت 9 را می رسانم: ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال و اولادتان شما را از ذکر الله به خود مشغول ندارد که هر کی چنین کند زیانکار است. و در آیت 11 این سوره چنین آمده است: چون کسی اجلش فرا رسد، الله مرگ او را به تأخیر، یعنی دیرتر، نمی افکند و الله
به کارهایی که میکنید آگاه است. اکنون بیندشم، در این مسجدها را کی محکم کرد؟ آیا بجز الله کسی میتوانست این کار را کند؟ ما و شما نه، بلکه الله نمیخواهد نمازی مثل ما و شما را. مرگ فرا میرسد، اما امکان طلب بخشش از الله در خانه الله افسوس که نمیرسد. در حالی که بسیاری از محدودیت‌های وابسته به کووید 19 در تاجیکستان برداشته شدند، برخی ساکنان می‌پرسند که چرا در این مسجدها گشوده نمی‌شود. عبادتخانه‌های تاجیکستان از 18 اپریل به خاطر پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس بستند. این سوال هم زیاد صدا می‌دهد که آیا بیماری تنها در مسجد پهن می‌شود؟ در این قد کوچه گشته سیمی و اتوبوس نه. هر ای ادم ویروس و جنم شوخه در مسجد نشیده. اندام جام ماسک میکشی میره توات عبادت میکنی، این خوب نیست اخه. ما جون نمیشیده، لایجا میشیده است دیگه، جودا نمیشیده است. ویروس ها در مسجد ویروس بوده است. مقامات تاجیکستان درباره بسته بودن مسجدها دلیل خود را دارند. مسئولین کمیته دین و تنظیم انعنه گفتند مسجدها تنها بعد از خلاصه ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 باز می شود. این هم در صلاحیتی ستاد جمهوری و وزارت تندرستی است. اگر اونها صلاح میدونند که مثلا باید مسجد فعالیت کنند و اون برای با وضع فعلی اپیدمیولوژی موافق هست، ما آماده هستیم و اتحادیه دینی کشورم آماده هستند که فعالیت خود را از سر گیرند. اما کمیته دین وضع فعلی اپیدمیولوژی کشور تشخیص کرده نمیتوند که تا چه اندازه مثلا ما آماده هستیم که همین فعالیت اتحادیه دینی را سرگیریم. در وزارت تندرستی برادای آزاده گفتند من این نمازگزاری در مسجدها به خاطر پیشگیری نسل کلانسال از کووید 19 است، چون به گفته مسئولین این نهاد نسل کلانسال در برابر پاندمی قشر آسیب پذیر است. نزدیک 6 ماه است که در این مسجدهای تاجیکستان برای نمازگزاران بسته است و معلوم نیست که کی باز می شود. مسجدها در تاجیکستان یکی از مکانهای اصلی تجمع می باشند و روزهای جمعه در اینجا ازدحام بزرگ جمع می شود. مقامات این کار را یکی از دلیلهای اصلی بسته شوی مسجدها می دانند که چون به تاکید آنها جمع شوی بیشتری آدمان باعث پهن شوی بیماری کووید 19 می گردد. برخی پیشنهاد دارند که تاجیکستان از تجربه کشورهای اسلامی استفاده برده با رعایت قاعده‌های بهداشتی گزارشان نماز را در مسجدها اجازه دهد. این بار دوم است که نمازگزاری دست جمعی در مسجد و جماعتخانه های تاجیکستان منع می شود. بار اول در ماه مارس عبادتخانه ها برای 2 هفته بسته بودند. در تاجیکستان حدود 4000 عبادتخانه رسما ثبت شده است. ملا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.